به نام خدا دوستان سلام عرض میکنم با یه ویدیوی دیگه در خدمتون هستم در این ویدیو پسوند ج و جا رو درس میدم به اضافه کلمه گره که کاربردشون یکی هستش و هر موقع کسی بخواد نظری بده از این دو پسوند استفاده میکنه که بگه حرفی که میزنه نظر چه کسی بوده بریم ببینیم که چطور هستش نتونستم بگم اوکی okay. برای شیشتا زمیر آه, به این شکله بنجه سنجه اونجا بیزجه سیزجه اونلارجا بنجه یعنی به نظر من سنجه به نظر تو اونجا به نظر او خیلی کم استفاده میشه اونجا من میتونم بگم نشنیدم بیزجه به نظر ما، سیزجه به نظر شما، اونلارجا به نظر آنها اونلارجا هم خیلی کم شنیدم ولی خب بقیه رو زیاد میشنوید همین ها یک قالبی هم دارن که به این صورت هستش بانا گره دقیقا به معنای بنجه هستش یعنی به نظر من بنابر افکار من سانا گره به نظر تو اونا گره به نظر او اینو بیشتر از اونجا استفاده میکنن بیزه گره به نظر ما سیزه گره به نظر شما اونلارا گره به نظر اونها که اونلارا گره رو بیشتر از اونلار جا استفاده میکنن یعنی پسوند ج بیشتر استفاده میشه تا اون زمینی که پسوند جا رو داره هر دو گروه به یک معنا هستن و هر دوتاشون هم به عنوان کلمه ای که و یا عبارتی که نظر و یا یک سری افکار رو بیان میکنه منشأش رو بیان میکنه استفاده میشه مثال میزنم بنج اولماز بنج olmaz به نظر من نمیشه حالا مثلا یه قضیه یه کاری یه چیزی بنج olmaz سنج اولور ما؟ به نظرتون میشه آیا به نظر تو ممکنه آیا به نظر تو اتفاق میافته سنج اولور ما؟ بیزجه امکانسز به نظر ما غیر ممکنه امکان نداره بیزجه امکانسز به نظر ما امکان نداره سیزجه نسل به نظر شما چطوره؟ و یا به نظر شما چطور اتفاق میافته؟ و یا به نظر شما فرض کنین یه لباس یه, یه چیزیه مثلا میگی به نظر چطوره؟ سیز چه نسل؟ بچه گزش. به نظر من قشنگ، زیباست، خوبه. بنجه گزش. بنا گره یانش. بنجه هم میتونه اینجا باشه، هیچ فرقی نمیکنه. را دارم چندتا مثال میزنم. بنا گره یانش. به نظر من اشتباهه. Alkhari <laughs> kedere Bana göre yanlış. Sana göre doğru olabilir. Sana göre doğru olabilir. Be nazare tu mumkin Olabilir yani mümkün, doğru yani درست. Sana göre doğru olabilir. Be nazare tu mumkin اونlara göre ساçما olabilir اونلار سچماول olabilir به نظر آنها ممکنه مسخره باشه ساچما یعنی مسخره بیزه گره ای به نظر ما خوب است بیزه گره ای به نظر ما خوب است اونا کارار بریرین ب نابرا آن یعنی بنابر شرایطی که گفته شده حالاتون جمله که این قضیه که این جمله توش به کار میره مثلا میگن اوناگره گره کارار ورسین یعنی بنابر آن میتونی تصمیم بگیری بعضی وقتا یه سری موارد رو میگن مثلا میگن قضیه اینجوری شد اونطوری شد اینطوری رفت این اومد این شد اوناگره اینجا عبارت اوناگره یعنی اینکه همه جوانب رو در نظر بگیر بنابر آن حرکت بکن بعضی وقتا اوناگره رو تنهایی به کار میبرن بعد از گفتن یک سری قضایی و یک سری شرط و شروط بعد میگن اوناگره یعنی اینکه شرایط اینه بنابر این شرایطی که توضیح داده شد رفتار کنید خب کیمه گره دورو کیمه گره یانش کیمه گره دورو کیمه گره یانش به نظر چه کسی درست و به نظر چه کسی نادرست است فرض کنیم یه قضیه یکی میگه بله آقا این کارو بکنیم یکی میگه نه این کار اشتباه نکنیم اونجا یه سوالی ممکنه مطرح بشه بگن کیمه گره به نظر کی بنابر بنابر دریچه نگاه چه کسی از نظر چه کسی از دید چه کسی گره همون دید هم میتونه معنی پیدا کنه از دید چه کسی از نظر چه کسی گرمک فعل دیدن ریشه فعل گر هستش یعنی ببین بانا گره کیمه گره یعنی از دید چه کسی از نظر چه کسی خب زمانی که سالت سوالی هستش کیم یعنی چه کسی استفاده میشه تو مثال بعدی کیمینه گره دورو کیمینه گره یانش اینجا دیگه سوال نیست کیمینه گره یعنی به نظر بعضی ها درست و به نظر بعضی ها نادرسته حالا این درست و یا نادرست رو مثال داریم. خواستم فرق بین کیمه و کیمینه رو بدونید اینجا سوالی مطرح شده اینجا داره راجع به بعضی ها صحبت میکنه میگه به نظر بعضی ها اینجوریه به نظر بعضی اونجوری نیست خب دوستان این قضیه همینجا به پایان میرسه چیز زیادی هم نداره خیلی مورد کوچیکی بود که چون زیاد به کار برده میشه خواستم که بدونید اگر از ویدیو خوشتون اومد خیلی خوشحال میشم که لایک بکنید اگر هنوز سابسکرایب نکردید ممنون میشم اگه سابسکرایب بکنید اون موقع هر ویدیویی که در اومد بلا میتونید ازش استفاده بکنید و کاربرداش رو یاد بگیرید خیلی ممنون بابت حمایتی که میکنید لطفا هر سوالی داشتید کامنت بذارید خیلی خوشحال میشم که جواب بدم خیلی خوشحال میشم که بیشتر بتونم بهتون کمک بکنم ویدیوهایی که درخواست میکنید در برنامه تهیهم هستش امیدوارم که هرچه زودتر بتونم بیشتر بهتون خدمت بکنم موفق باشید به با امید دیدار